Aurélie, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'apprendre la langue française. Et honnêtement, c'est un peu difficile. خب، بچه ها بریم سراغ یادگیری زبان فرانسه یا حالا هر زبانی. توی این ویدیو بیشتر میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید از اون ترس هاتون، از اون مشکلاتی که پیش میاد توی جامعه برامون در واقع یه فرصت بسازید. من یادمه زمانی که میخواستم برم سربازی خیلی در واقع نگران بودم. زمانی که ما میخواستیم بریم سربازی، همه بچه های فوق لیسانس و حالا مدرک های بالا از دانشگاه خوب رو میفرستادن مرزبانی. روزی که من رفتم واکسن بزنم برای دوره سربازی، خب خیلی استرس داشتم، کجا میافتم، تو کدوم محل باید خدمت بکنم، چجوری هست. و یادم نمیره که توی اون صفحه واکسن که بود ما تقریبا 8 نفر بودیم. من وسط صف قرار داشتم و تمام اون دوستانی که اونجا بودن، خب مشخص بود که حالا مشکل اعتیاد، مشکلات دیگری داشتم و خب برای من خیلی سخت بود که حالا از یه دانشگاه خوب مثل دانشگاه فردوسی اومدم و باید برم 2 سال سربازی و عمرم هدر بره و خیلی خیلی لحظات بدی رو داشتم اونجا و استرس بالایی هم داشتم. در واقع یادم فاصله مرکز واکسیناسیون تا خونه شاید 1 ساعت بود، نیم ساعت بود، نمیدونم، و قدم میزدم واقعا ناراحت بودم. به اصطلاحی میگن اگر کارت میزدی خونه طرف در نمیومد. واقعا همچین شرایطی داشتم و خیلی اتفاق جالبی افتاد توی اون فاصله. با خودم داشتم فکر کردم 2 سال از عمرم میخواد بره و این 2 سال رو میخوان از من بگیرن، چه کار میتونم بکنم. یک لحظه واقعا یه الهامی به من رسید که خب تنها چیزی که میشه توی پادگان ببری یک کتابه، پس بذار که من برم یه زبان دیگه یاد بگیرم. و تو همون فاصله که داشتم میرفتم خونه، یه آموزشگاه زبان بود، رفتم پرسیدم به اون منشی که اونجا بود، گفتم خانم به غیر از زبان انگلیسی چه زبانی دارید، به قول من چه زبانی برگزار میشه؟ خب زبان آلمانی هست و فرانسه. آلمانی اون که احتمالاً برگزار نمیشه، فرانسه شاید برگزار بودم بنویس. 100,000 تومان من شهریه دادم که به امید اینکه این کلاس در واقع برگزار بشه، که متاسفانه چون شهر ما هم شهر کوچیکی بود، کلاس زبان فرانسه برگزار نشد. شاید باورتون نشه، تو سخت‌ترین شرایط، تو زمانی که ما پوتین پامون بود، من داشتم کتاب زبان فرانسه میخوندم. خیلی سخت، ولی برای من قبول کردن اینکه 2 سال از عمرم رو به خاطر هیچ و پوچ، فقط به خاطر اینکه در واقع قانونی هست 2 سال از عمرم اجازه بدم تلف بشه، واقعا سخت‌تر بود. و خلاصه توی تمام اون پاسایی که شبا میدادیم، نمیدونم یادم نیست بهش چی میگن، پاسبان، هرچی، اون نگهبانی های شبانه، من داشتم زبان فرانسه میخوندم، تلاش میکردم که کلمات رو به خاطر بسپرم. و در نهایت بعد از دوره سربازی شروع کردم کلاس زبان فرانسه رو ادامه دادن و یه مدتی کلاس رفتم و خیلی دوست داشتم که مدرک زبان فرانسه بگم. حالا و زبان فرانسه، ببینید بچه‌ها، 3 تا مدرک داره: مدرک تف، مدرک تسف و مدرک دلف. مدرک دلف خیلی خیلی مدرک سختیه، از همه سخت‌تره و لایف تایم هم هست اصطلاحا، یعنی مدرکش تاریخ انقضا نداره، ولی انقدر سخته که معمولا کسی دنبالش نمیره. خب من به نوعی پولامو جمع کردم، خوندم برای مدرک تف که ساده ترین مدرک هستش. و روزی که رفتم ثبت نام بکنم، اون چیزی که من شنیده بودم اینه که هزینه ثبت نامش 80 یورو و 400,000 تومنه. چیزی که من فکر میکردم، به خاطر اینکه یورو اون زمان 5,000 تومن بود، این بود که یا شما باید 400,000 تومن رو بدی یا 80 یورو رو بدی. رفتم اونجا 400,000 تومن رو دادم به اون کسی که ثبت نام میکرد و برگشت به من گفت که خب حالا 80 یوروش چیه؟ چرا 80 یوروشو نردی؟ 80 یوروش هم بده. و من اونجا فهمیدم که بله، من باید یه 80 یورو دیگه هم به این آموزشگاه بدم که از من امتحان تف رو بگیرم. خب من این پولو نداشتم. و همون در واقع 400,000 تومن هم با کلی گرفتاری جور کرده بودم. اومدم بیرون خیلی ناراحت. فکر کنم 6-7 سال میگذره، ولی هنوز خاطره اون لحظه هستش با من.